کن، خواره کن، پدر و مادران و همه نفرانی که این زمان از طریق اکرانهاشون مرا تماشو کرده استادن. بله، برنامه دانایک است منظور شما و در برنامه امروزه ما اشتراک دارند تربیت گیرندگان کودکستانی رقمی 139 نوحیه فردوسی. پس بینندگان عزیز با ما بودن رو فراموش نسازد، چون که این برنامه نیز به مثل برنامه های دیگر جالب خواهد بود. Омина, 6 сола аст, духтараки чақон ва хушчақчақ мебошад. Шуғли дусташташ расмкаши аст. Бештар тасвир намудани манзараҳои кишварамонро дуст медорад ва имсол ба мактаб меравад ва кӯшиш мекунад дар машғулиятҳо фаъол бошад. Субҳон, ӯ низ 6 сол дорад. Шуғли дусташташ гӯш кардани афсона мебошад. Дар машғулиятҳо хеле фаъол аст. باید گفت که به خودسالیش نگاه نکرده سبحان همه حرفا رو از بر کرده است و حالا نویشتن رو مشق کرده است داده است. امینم دانشی خیلی خوب دارد. از یاد کردن شعر رو دوست می دارد. افسانه های زیاد می داند. امینم می خواهد در آینده معلمه شود. یونوس اونیز امسال به مکتب می رود. یونوس پسرک آروم طبیعت بوده، امروز رو همراه معلمه‌اش برای به مکتب رفتن آمادگی می‌بیند. حرفوی الفبا رو پورا از یاد کرده است و جمع و ترک کرده می‌تواند. سلام بچه‌ها. سلام. با برنامه خوش آمدید. بچه ها، چطوره که به شما معلوم است برنامه دونو یک از سه شرط عبارت است و در هر شرط من به شما چهار سوالی پیشنهاد میکنم. سوال ها از ماتماتیکا، فیلم های تصویری و عالمی نباتات و حیوانات ترتیب داده شدند. اگر شما آماده باشید سوال اولی شرط یکمی برنامه رو میخونم. آماده هستید؟ بله. پس با دقت باشید. سوال اول چنین است: زرینه دو توپ و تخمینه سه لختک داشت. دختران همگی چند بازیچه داشتند؟ کنی که جواب میدهد؟ مرحمت آمینه. همگی دختران پنج تا بازیچه داشتند. خوب، آمینه میگفتید که آنها کدام بازیچه ها رو داشتند؟ لختک با توپ. چند تا لختک داشتند؟ چند تا توپ داشتند؟ سه تا لختک، دو تا توپ. سه جمعی دو چند می شود؟ سه جمعی دو پنج. یعنی اونها همگی چند بازیچه داشتن؟ پنج. جوابی درست چند است؟ پنج. آفرین امینه، جوابی شما کاملا درست است. خوب بچه ها، بودی قد باشد سوال دیگر رو می خونم. سوال چونین است: در درخت شش دونه سیب بود، شمول چهار تا سیب رو افتاند. در درخت چند دونه سیب بود؟ کنی که جواب می دهد؟ مرحمت یونوس. در درخت دو سیب موند. یونوس، شما این عدد را از کجا برآوردید؟ کدام عدد را با هم تر کردید و جمع کردید؟ چهار از شش کم کردید. یعنی در جواب چند حاصل می شود؟ دو. یعنی شش طرح چهار چند است؟ شش طرح چهار دو. در درخت کدام میوه ها بودند؟ سیب. چند تا سیب بود؟ شش. چند تا اش رفتید؟ چهار. چند تا اش موند؟ دو. آفرین یونوس، جواب شما کاملا درست است. خوب بچه ها، با دقت باشید سوال دیگر رو میخونم. سه دخترک در هر دست یک دونه پفک داشتند. آنها همگی چند پفک داشتند؟ کنی که جواب میدهد؟ مرحمت سبحان. دخترک همگی سه پفک داشتند. خوب سبحان، میگفتید که شما این عدد را از کجا حاصل کردید؟ چه خیلی فهمیدید که در دست دختران چهار پفک نه سه پفک بوده است؟ سه دختره گوز یک تا پفک میگرفتن. سه تا یک جمع کنیم سه میشون. یعنی در دست دختران همگی چند پفک بود؟ سه. یعنی جوابی درست چند است؟ سه. آفرین سبحان، جواب شما کاملا درست است. خوب بچه ها، با دقت باشد، هوشیار باشد. سوال چهارم شرط اولی برنامه رو میخونم. سوال چنین است: در مشغولیت های ماتماتیکی ما همگی از چند عدد استفاده میبریم؟ کنی که جواب میدهد؟ مرحمت دومینه. در مشغولیت ماتماتیکا ما از ده عدد استفاده میکنیم.
خوب امینه میگفتید که این کدوم عدد هایند؟ صفر، یک، دو، سه، چهار، پنج، شش، هفت، هشت، نو. آفرین امینه، جواب شما کاملا درست است. بینندگان عزیز، در همین جا شرط اولی برنامه نیز به انجام رسد. بیایید خواهی به دست آورده اشتراکچیان را در شرط اولی برنامه حساب کرده میگذاریم به شرط دومی برنامه. چطور پی بردید شرط اولی برنامه خیلی جالب بود و یگان اشتراکچی غالبیت را از دست دادن نمیخواست. هر یکی میخواست اولین شده دست بردارد و صاحب خال گردد. در نتیجه باشد امینه دو خال، سبحان و یونس باشد یک خالی را صاحب شدند. اشتراکچیان ما را باز دو شرط دیگر انتظار است. بیایید یک جا تماشا میکنیم. دوبار می شوم که سوالهای شرطی دویمی برنامه دایر به فیلم های تصویری ترتیب داده شدند. پس با دقت باشد سوال اول رو می خونم. کلاه سرخک به بیبیش چی می برد و در راه چی رو دید؟ کنی که جواب می دهد؟ مرحمت امینه. کلاه سرخک به بیبیش سموسا می برد و در راه گرو دید. امینه شما می گفتید که چرا کلاه سرخک رو کلاه سرخک می گویند؟ برای که مادرش با وای کلاه سرخ تفکده بود و کلاه سرخ دایین آن کلاه را پشته میگشت. آفرین امینه، جواب شما کاملا درست است. خوب بچه ها با دقت باشد سوال دومی شرطی دومی برنامه را میخونم. سوال چنین است. در افسانه دونک پسرک دونکی چی رو یافته بود و با آن چی کار کرد؟ کنی که جواب میدهد؟ مرحمت امینه. در افسانه دونک پسرک دومکی زرد و رویفتگی بود. پسرک میخواست که دومه را بخورد. بلی مادرش گفت که رفته آن رو شین اومد. از دومه یه درختی کوان شد. امینه میگفتد که و آن درختی چی بود؟ با آن درختی زرد و رو. آیا پسرک درست کرد که دومک را شیند؟ به فکر شما؟ بله. اگر آن را شکسته میخورد زرد و روهای زیاد را به دست میاورد؟ نه. آفرین امینه، جواب شما کاملا درست است. خوب بچه ها با دقت باشد سوال دیگر چنین است که برای ما شعر قرائت میکند. همه شعر میدونید؟ بله. پس بیاید من از یک طور از شما میپرسم. مرحمت یونس، از شما آغاز میکنیم. اگر ننگی وطن دارم تو خونی تن وطن دارم توانی او تن دارم یا با هم وطن سازم. اگر خواهی وطن آباد بخون تقدیر او بون یا بخواهی خشتن آسان بیا با هم وطن سازم. آفرین یونس، مرحمت امینه. سی موزر و گوهرم تا همیشه در برم مثل صد برگی ترم مادر جان مادرم پرونده ای با عذاب شپونه کرده ای خوب جیگرت گشته با مادری جان مادرم استاد اولینم تو شعر بهترینم آرزوی شکرینم مادری جان مادرم رحمت گویم هزاران همیشه مانی جهان دوست دارم بهتر زی جان مادری جان مادرم. آفرین امینه، مرحمت سپن. ای وطنم جانی منم خاری تو بوستانی منم به تو کجا نابها قطره بارانی من. ای وطنم جانی منم سوپی فروزانی منم هدر و دیواری تو خسی سرابانی من. ای وطنم جانی منم تاج درخشانی من زنده به نامی تو با دولت سامانی من. آفرین سبحان، مرحمت امینه. از همه چیز عزیزتر در دنیا بود مادر. مادر به جان برابر راحت جانم مادر شیرین زبانی مادر بهتر زی جانی مادر در این جهان برایم باز یک جهانی مادر بوسه گیری از رویم شانه زنی بمویم آغوش خود کشاده هلازه بسویم. آفرین امینه،
میدن در گونی عزیز دوری که شما پای بردید و این سوال هر چور اشتراکچه ما جوابی درست دادن پس به هر یکی اونها یک خولی داده می شود. بینندگانی عزیز یادآور میشویم که در برنامه امروزه ما اشتراک دارند تربیت گیرندگانی کودکستانی رقمی 139 فردوسی. پس با شبکه باریستان بودن رو فراموش نسازید چون که برنامه جالب خواهد بود. خوب بچه ها با دقت باشد سوالی چهارمی شرط دومی برنامه رو میخونم. سوال چنین است: در کدام فیلمی تصویری سکچه ها با کمک میشتابیدند؟ این کدام فیلمی تصویری است؟ کنی که جواب میدهد؟ مرحمت یونس. این فیلمی تصویری سینیاج پتول نوم دارد. یونس، شما این فیلمی تصویری رو تماشا کرده؟ بله. در این فیلمی تصویری سکچه ها چکار میکردن؟ با همه کمک میکردن. نام های قهرمانان اساسی این فیلمی تصویری رو میدانید؟ بله. پس میتوانید یک دو سه تای آنها رو نام بر کنید؟ سکای، روبرت، گونچیک. آفرین یونس، معلومه شود که شما این فیلم تصویر رو بخوبی تماشا کردید. بینندگان عزیز، در همین جا شرط دومی برنامه نیز به انجام رسد. بیایید خواهی به دست آورده اشتراکچیان رو در شرط دومی برنامه حساب کرده میگذاریم به شرط سومی برنامه. سوال های شرط دومی برنامه نیز برای کودکان فهمو و جالب بودند. در این شرط نیز اشتراکچیان خیلی فعال بوده چون این نتیجه را صاحب شدند. هر دو امینه ها و یونس دو خالی سپان باشد یک خال رو به دست آورد. در پیش ما رو باز یک شرط دیگر انتظار است. بیاید یک جا تماشا میکنیم. خوب بچه ها با دقت باشد سوال اول یا شرط سومی برنامه رو میخونم. سوال چنین است: سبزواتی که از آن شکر حاصل میکنند کدام است؟ که اینکی جواب میدهد؟ مرحمت آمینه. این سبزوات لبلبونم دارد. همین لبلبونی که ما در خوراک استفاده میکنیم همین باشد؟ نه، وای دیگر لبلبو است. وای لبلبوی مخصوص میباشد. آمینه، شما میگفتید که شما این معلومات را از کجا به دست آوردید؟ مامان گفتم. باز رزمشانه نشان دادد. یعنی اون لبلبو که ما اون رو در خوراک استفاده میکنیم از اون شکر نمیگیرند، میخیل نه؟ بای لبلبو دیگر است. بله. آفرین آمینه، جواب شما کاملا درست است. خوب بچه ها با دقت باشد سوال دیگر رو میخونم. ماهی خطرناکترین در اقیانوس کدام است؟ کنی که جواب میدهد؟ مرحمت سپون. این ماهی نهنگ میباشد و در اقیانوس زندگی میکند. سپون، شما میگفتید که شما یکون با رسم نهنگ رو دیدید؟ بله. وای کلون است یا خورد است؟ وای کلون است. چقدر کلون است؟ از شما هم کلون است؟ بله. یعنی از همه ماهی خطرناکترین در اقیانوس کدام بوده است؟ نهنگ. آفرین سپون، جواب شما کاملا درست است. خوب بچه ها با دقت باشد سوالی دیگر رو میخونم. رستنی ها به چی زندگی کردن نمی توانند؟ کنی که جواب می دهد؟ مرحمت آمینه. رستنی ها به آب و روشنی زندگانی کردن نمی توانند. آمینه، شما می گفتید که می توانید یکون رستنی رو نام بر کنید. بله. مرحمت. همه چیزی که سبز است و رستنی می باشد. اگر به رستنی ما آب ندهیم بابای چی رخ می دهد؟ وای خوش می شود. اگر به رستنی نور نرسد بابای چی روی میتید؟ باز خوش میشود. آفرین آمینه، جواب شما کاملا درست است. خوب بچه ها با دقت باشد و شور باشد سوالی چهارمی شرط سومی برنامه رو میخونم. سوال چنین است: حیوانی که تابستان رنگ زرد دارد و زمستان رنگش خاکستر رنگ میشود چی نام دارد؟ کنی که جواب میدهد؟ مرحمت یونس. حیوان خرگوش است. خوب یونس، میگفتید که در تابستان رنگ خرگوش چگونه است و در زمستان رنگش چگونه می شود؟ در تابستان رنگ زرد دوه. در زمستان باشد چی؟ در زمستان رنگش خاکستر می شود. یونس، شما یکون بار خرگوش رو از نزدیک دیدید؟ بله. در کجا دیدید خرگوش رو؟ در قشلاق. شما خرگوش رو در کدام فصل سال دیدید؟ رنگش چگونه بود؟ تابستان. یعنی در تابستان رنگ خرگوش چگونه است؟ خرگوش های ما هر خیلی رنگ داشتن.
بینندگانی عزیز، در همین جا شرطی سهمی برنامه نیز به انجام رسد. بیایید خواهی به دست آورده اشتراکچیان رو در جمع حساب کرده غالب رو معین میکنیم. در شرط سیومی برنامه نیز هر یک اشتراکچی پیش دستی رو از دست دادن نمی خواست. چون این شرط آخرینی برنامه است، کوشش می نمودن اولین شده به سوال ها جواب دیان و خال های بیشتر رو به دست آورند. در نتیجه هر یک اشتراکچی توانست یک خالی رو صاحب شود. همین طریق بعد از به انجام رسیدن سه شرطی برنامه، امینه و سبحان سه خال، امینه دویون پنج، یونس باشد چهار خال رو صاحب شد. از اینجا برمی آید که غالب برنامه امروزه دانایک امینه می باشد. امینه، غالب برمی بارد. بینندگوین عزیز، چطور که شما پای بردید، غالب برنامه امروزه ما امینه گشتن. پس به بخاطر امینه یک قرصک می زنیم. امینه، ما شما رو باری دیگر تبریک می کنیم. تشکر. امینه، شما به همسانتون چی گفتنی هستید؟ من با همسو میگم که کپی معلم رو گوش کنن. کپی معلم رو گوش کنن دونو یک میشون. من میخوام برای معلم شعر خونم. مرحمت. با باغچه میرویم و بزرگچه میرویم و معلمی مهربان دایم رو نگهبان بمون. افسانه گوید شعر و ترانه گوید قصه های شخوا یکی از دیگر بهتر. ما میخونیم حالا کتاب می اومزیم و حساب. باغچه ما جای خوب ما رو عزیز و محبوب. آفرین امینه، باری دیگر خالی بیاد مبارک باشد. بچه ها شما نیز رو افتاده نشوید، چون که اشتراک در برنامه ما این خود یک خالی بیاد است. بیشتر خونید، بیشتر آموزید و در دیگر برنامه های تلویزیونی باریستان اشتراک کنید. بینندگانی عزیز، در همین جا برنامه نوبتی دانایک به انجام میرسد. یادآور میشویم که اشتراکچیانی برنامه امروزه ما بودند تربیت گیرندگانی کودکستانی رقم 130 ناحیه فردوسی. تا برنامه های آینده سلامت باشید. خیر.